وقت شما بخیر. افزایش فقر و مشکلات اقتصادی در ایران باعث شده است تا بیش از 1,600,000 دانش آموز از تحصیل باز بمانند. این روند نگران کننده به ویژه در میان پسران به دلیل نیاز خانواده ها به نیروی کار و کاهش چشماندازهای شغلی پس از تحصیلات شدت گرفته است. کارشناسان هشدار می دهند که سیاست های فعلی نتوانستند مانع از ترک تحصیل گسترده شوند. توجه شما را به گزارشی که همکارم در این زمینه تهیه نموده جلب می کنم. رسانه های ایران از افزایش نگران کننده ترک تحصیل میان دانش آموزان به دلیل مشکلات اقتصادی خبر می دهند. بر اساس آمارهای رسمی بیش از 1,600,000 نفر از ادامه تحصیل بازماندند که عمدتاً ناشی از فقر و فشارهای معیشتی است. روزنامه شرق در گزارشی اشاره کرده که آموزش و پرورش دیگر توانایی تغییر وضعیت اقتصادی افراد را ندارد. تا 2 دهه پیش تحصیلات راهی برای ارتقای جایگاه اجتماعی بود، اما امروز بسیاری از دانش آموزان ترک تحصیل و ورود به بازار کار را و ماندن در کلاس‌های درس ترجیح می‌دهند. از نظر آنان تحصیل آینده‌ای روشن ندارد و کار کردن به عنوان راهی سریع‌تر برای تأمین معاش خانواده محسوب می‌شود. آمارها در برخی از استان‌ها نیز بسیار نگران کننده است. به عنوان نمونه، استان آذربایجان غربی با 10% بازماندگان از تحصیل، دومین استان با بالاترین نرخ ترک تحصیل است. در سطح کلان نیز آمارهای منتشر شده نشان می‌دهد که تورم بالا و فقر نقش اصلی در محرومیت از تحصیل داشتند. مرکز پژوهش‌های مجلس ایران اعلام کرده که سیاست‌های فعلی برای کاهش آمار ترک تحصیل کافی نبوده و این روند همچنان در حال افزایش است. مشکلات معیشتی و اقتصادی در دهک‌های پایین جامعه همچنان از عوامل اصلی بازماندگی از تحصیل در ایران محسوب می‌شود. امید فراغت، خبرنگار و فعال رسانه‌ای از تهران پیرامون این گزارش مهمان ما هستند. آقای فراغت سلام. با توجه به افزایش ترک تحصیل دانش آموزان به دلیل فقر و مشکلات اقتصادی، به نظر شما چه اقداماتی میتواند در کوتاه مدت و بلند مدت مانع از ادامه این روند نگران کننده در میان خانواده های کم درآمد شود؟ بفرمایید. درود و ادب و احترام. من ابتدا میخوام راجع به خبر دلخراشی که امروز در شبکه‌های اجتماعی دست به دست میشد صحبت کنم. دختر 17 ساله به نام یلدا در شهرستان باغملک از توابع استان خوزستان به دلیل ناتوانی خانواده در خرید لوازم تحریر در آستانه بازگشایی مدارس به زندگی خودش پایان داده. این واقعا این خبر بسیار بسیار دردناکه برای ملت ایران. از اون ور اصل 3 قانون اساسی داره میگه دولت موظفه وسایل آموزش پرورش رایگان رو برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم کنه. ایران کشور ثروتمندیه، روی نفت و گاز خوابیده. به چه دلیل باید 1,600,000 نفر دانش آموز به دلیل مشکلات اقتصادی و فقری که گریبانشون گرفته از تحصیل باز بمونن؟ باید توی سیاست ها تجدید نظر کنن و این ما داریم شرمنده میشیم. ما توی دنیا داریم نگران کننده است اوضاع احوال کشور ما، کشوری که در مجموع نفت و گاز کشور دوم هست، اما این فقر و فلاکت دامنگیر شده و نمونه بارزش همونطوری که در گزارش خوبتون اومده 1,600,000 نفر دانش آموز نمیتونن تحصیل کنن. من استدعایی که از مسئولان جمهوری اسلامی دارم اینه که نمیخواد پول نفت و پول آب و برق و اینا رو مجانی کنن، همون اصل 3 قانون اساسی رو رعایت کنن و خودشون رو موظف بدونن که تحت پوشش قرار بدن به صورت رایگان دانش آموزان مملکتمون رو. بله ممنونم. با تشکر از امید فراغت، خبرنگار و فعال رسانه‌ای از تهران که پیرامون این گزارش دعوت ما را پذیرفتند.